سلام مرند عزیز، خوش آمدید به چنل امیگریشن یا فرصت مهاجرتی. دوستان عزیز، ویدیو امروزی ما در مورد کیس های SIV است و کیس های P1 و P2، چه افغانهایی که در پاکستان هستند و خبر خوب است در این زمینه منتشر شده است. خواستم با شما همچنان به اشتراک بگذارم، پس آخر ویدیو با ما باشید. مقامات و مدافعان آگاه به فارین پالیسی گفتند که دولت بایدن نشان می‌دهد که اکنون بیش از 1,50,000 متقاضی ویزای مهاجرت ویژه یا همو کیسای SIV افغانستان تلاش میکنند تا از افغانستان فرار کنند. کشور جنگ زده و هنوز منتظر مدارک ورود امریکا هستند. این داده ها نگاه اجمالی به تعداد افغان هایی که در بلا تکلیف در انتظار حمایت دولت متحده هستند. شان وان دایور، رئیس و همچنان رئیس هیئت مدیر افغان اوک، به یکی از افراد گفته است که ما فکر میکنیم تعداد افرادی که دارای SIV و P1 و P2 که واجد شرایط ترک از افغانستان هستند بین 2,50,000 تا 300,000 یا همون 3,00,000 یا شاید هم بیشتر باشد. بزرگترین سازمان های خصوصی هنوز در تلاش برای جابجایی غیر نظامیان افغان از کشور هستند. ویزاهای P1 و P2 مجوزهای موقت سفر به ایالات متحده هستند. گروه هایی که تلاش میکردند افغان ها را جابجا کنند بر این باور بودند که تعداد افغان هایی که آماده ترک کشور هستند در سالهای گذشته حدوداً 50,000 نفر بود. اگرچه همه آنها پروسه ویزا را به پایان نرسانده بودند و بسیاری از آنها امروز در کشورهای جنگ زده باقی مانده است. کیلی کروی، سفیر سابق ایالات متحده در امور زنان، در یک رویداد رسانه‌ای گفته است که بی‌کفایتی از برخی جهات چیزهایی است که از زمان عقب نشینی رخ داده است و کل روند کمک به متحدان ما چقدر بد مدیریت شده است. همچنان اضافه شده است که این فقط حسابی ها نیستند، این دارندگان ویزای P1 و P2 هستند که در اسلام آباد اعتراض می کنند، زیرا آنها برای مصاحبه اسکان مجدد تایید شده اند و یک سال است آنها آنجا منتظر مانده اند. کوری اضافه کرد که این گروه ناامید از مردم که اکنون 18 ماه بدون شغل، بدون تحصیل، بدون مراقبت بهداشتی در جای نشستن، در برخی موارد منتظر رسیدگی هستند. به دلیل ازدحام گسترده در فرودگاه کابل در سال 2021 و عدم بررسی ورود پناهجویان افغان، به هواپیمای کوری گفت که ایالات متحده نگران است که افراد با پیشینه جنایی یا ارتباط با گروه های تروریستی ممکن است وارد ایالات متحده شوند.